با درود به شما همراهان همیشگی آسمان هنر هفته گذشته بخش اول از صحبتهای آقای کیانی رو شنیدیم این هفته ادامه ماجرا آقای پیتر بروک سال 1350 اومده بودن تربت جام و رقص آفر رو که شما اجرا کردین دیدن با خودتون هم صحبت کردن یه نقل قولی دارن میشه اون نقل قول رو برای ما بگید؟ ایشون در مزار حضرت شاهزاده قاسم انوار ما رقص آفر و رقص چوبازی را برایشون انجام دادیم رقص آفر تمام حرکات کاشت و داشت و برداشت و نیایش و ستایش را نشون میده و یک قمنامه در این هست که این قمنامه نشان میده که حوادث ناگاهانی مثل سیل و زلزله و حجوم حشرات و اینها وقت به مزاره حمله میکنن مشکل به وجود میاد برای تهیه امرار معاش این دقانا و اینها به این صورت در سر خودشا میکوبن و این رو نشون و اگر زیاد بود این تراژری با دو دست اینها به سر میکوبن و آقای پیتربروک این دانشمند بزرگ وقتی که این حرکات را دیدن گفت فرمودند که خدای من من ریشه پانتومیم را از این جوان روستایی آموختم و روزنامه در همان موقع در روزنامه اطلاعات و سپید و سیاه این مطلب را نوشتن و برای تربت جام نوشتن تربت جام هنرکده آزاد و به من هم گفتن هنرمند بی استاد خب آقای کیانی صحبت از رقص آفر کردیم اجازه بدین که یک دقایقی از مستند نشان به کارگردانی خانم الهام اصدی رو ببینیم و برگردیم کیانی این رقص رقص محلی تربت جامی هستش که شما زحمت کشیدید و تدوین کردید در حقیقت رقص های خراسان بزرگ رو اگه اشتباه نکنم رقص های آینی رو که خب مخصوصا شما محلی تربت جامی شو دارید کار میکنید و هنر مدرن تلفیق کرد این رقص ها دامنه وسیع داره من شیخ سنان را کبازی کردم خیلی از کسانی که اهل هنر و هنرشناس بودن اینها مقالهاتی نوشتن در روزنامه ها چاپ شد که دارم همه را این هم بعضی ها اوپرا بعضی ها باله و یک نوع رخصی هست و یک حرکات و یک آین هایی هست که هم شباهت به باله مده و هم اون اصالت خود شعر حفظ کرده به وسیله زرافت و ریزکاری هایی که در این بازی هست و اون فیگورهای خاصی که انجام داده و در این کسی که این رقص ها را بلد بشه میتواند تمام داستان های شاهنامه و تمام داستان های مصنوی را من خودم میتوانم با حرکاتی که در این رقص ها هست به نمایش مگذارم بسیار عالی خیلی صحبتاتون شیرینه آقای کیانی به شخص خیلی لذت بردم مرسی که در برنامه ما شرکت کردید سلامت باشید و پایدار خیلی ازتون ممنونیم بابت زحماتی که برای حفظ این آینهای اصیل ایرانی میکشید خیلی ممنون ما متشکرم از شما امیدوارم که شما هم به جهانیان اینها را نشان بدن به هر طوری که هست ببینن بینندگان شما و پی ببرند که در خراسان بزرگ در تربت جام که در بین سش ابرشهر هرات و مرو و نیشابور هست همچی هنرهایی نهفته است و توانسته است جای خود را باز کند و من در 24 کشور جهان به اجرا پرداختم و این باعث افتخار مردم تربت جام است که من سفیر اینا بودم و هنر اینها را به جهانیان عرضه کردم زنده باشید خدا نگهدارتون مرسی خیلی ممنون متشکرم از شما خداوند شما را موفق و پیروز داشته باشه متشکرم با آرزوی خوش درخشیدن همیشه گیه تک تک شما در آسمان زندگیتون به خدای بزرگ میسپارمتون